سلام و وقتتان بخیر با سرویس خبری ساعت 6 از هزار ولت خوش آمدید سرخط خبرها یک جنگجوی تاجکستانی در کابل کشته شد ایران دو شهروند افغانستان را ادام کرده است دزدان تفنگ دار در فراه 350 هزار دلار یک صراف را با خود برده اند افزایش سه برابری صادرات نوشابه‌های های گازدار افغانستان به قرقزستان حماس خواهان اجرای پیشنهاد بایودن برای آتش بس در غزه هستیم امریکا و فیلیپین برای اسکان موقت پناهجویان افغانستانی به توافق رسیدند مشروع خبرها منبعی از میان طالبان میگوید که یک جنگجوی تاجکستانی با اسم ابو جعفر المهاجر در دی سبز کابل توسط نیروهای وابسته به ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان کشته شده است. با گفته منبع ابو جعفر المهاجر معاون مولوی ابراهیم مسئول گروه جماعت انصار الله تاجکستان و از دوستان بسیار نزدیک فسیح الدین فطرت رئیس ارتش طالبان بود. من به افسود که این جنگجو روز جمعه گذشته 26 اسد در ولسوالی ده سبز کابل کشته شده است. چگونگی کشته شدن این جنگجوی تاجکستانی روشن نیست. در یک نوار صوتی که در گروه واتساپ اعضای طالبان نشر شده و روزنامه اطلاعات نیز به آن دسترسی یافته است یک عضو طالبان میگوید که جسد فردی به اسم محمد جفر ولد محمد ایسا از ولسوالی ده سبز کابل پیدا شده است. در این نوار سوتی گفته می شود که این فرد یکی از باشندگان اصلی ولسوالی بدخشان است با گفته یه این فرد در میان کابل و ولایت ها در رفت و آمد بود. منبه به می گوید که قتل این عضو جماعت انصار الله ریشه در اختلاف میان فسیح الدین و ملا یعقوب مجاهد دارد. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داده است که پنج نفر بر شمول دو شهروند افغانستان در زندان مرکزی شهری از ایران اعدام شدند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که حکم اعدام این افراد سهرگاه امروز دوشنبه بستنوی اسد در زندان مرکزی یزد اجرا شده است. بر اساس گزارش هنگو یکی از این دو شهروند افغانستان به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود اما اتهام فرد دوم هنوز روشن نیست. این نهاد همچنین گفته است که تا اکنون نتوانسته است هویت این دو شهروند افغانستان را مشخص کند. گفته شده که سه اعدام شده ای دیگر شهروندان ایرانی و بلوچ بودند. پیش از این سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده بود که این کشور در هفت ماه اول سال جاری میلادی 20 شهروند افغانستان را اعدام کرده است. منابع محلی در فراه میگویند که دزدان تفنگدار در این ولایت پس از لاتوکوب یک صراف مبلغ 350 هزار دلار آمریکایی او را با خود بردند. منابع روز سهشنبه سی اسد با هزار گفتند که دزدان این صراف را پس از سرقت پول در حالت زخمی در یک صندوق پنهان کرده بودند جزئیات بیشتر در مورد این حادثه نشر نشده است با این حال برخی از باشندگان فراه طالبان را متهم بعد دزدی کردند. یکی از باشندگان بر شرط افشانه شدن هویتش گفته است که هیچ دزد تفنگ داری در فراه وجود ندارند و گفته یه وی جنگجویان طالبان در سرقت اموال مردم دست دارند. مسئولان محلی طالبان در فراه تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. رسانه های قرغزستان گزارش دادند که در سال 2024 میلادی صادرات نوشابه های گازدار از افغانستان به قرغزستان سه برابر افزایش یافته است. آکپریس روز سهشنبه سی اسد گزارش داده که بر اساس داده های کمیته ملی آمار قرغزستان این کشور از افغانستان زیر سلطه طالبان تنها در ماه جون سال جاری میلادی 763 هزار لیتر نوشابه های گازدار به ارزش 395 هزار دلار وارد کرده است این مقدار بیش از دو هشاری هفت برابر کل حجم صادرات نوشابه های گازدار افغانستان به قرغزستان در سال 2023 است بر بنیاد این گزارش افغانستان از ماه جنوری تا جون 2024 دو, هزار و بست و چار دو اشاری یک میلیون لیتر نوشابه های گازدار به ارزش بیش از یک میلیون دلار به قرغزستان صادر کرده است طبق اطلاعات کمیته ملی آمار قرغزستان همچنان از ماه جون تا می سال جاری 1.3 میلیون لیتر نوشابه گازدار و ارزش 612 هزار دلار از افغانستان وارد قرغزستان شده است. یکی از مقامهای جنبش حماس گفته است که این جنبش و سایر گروه های اسلامی فلسطینی خواستار اجرای پیشنهاد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای آتش بس در غزه هستند. الجزیره روز سهشنبه 20 آگست به نقل از همدان گزارش داد که آمریکا نتوانسته است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را برای پذیرش پیشنهاد بایودن راضی کند وی افزود است که صحبتهای نتانیاهو در مورد تایید یک پیشنهاد تازه به این معنا است که دولت آمریکا نتوانست او را در زمینه توافق آتش بس متقاعد کند. ما تنها می خواهیم پیشنهاد بایدن که با آن موافقت کرده ایم اجرا شود. اسرائیلی ها از موضوعاتی که در پیشنهاد بایدن درد شده بود عقب نشینی کردند. همدان با اظهار بیخبری از محتوای پیشنهاد تازه گفته که حیات اسرائیلی در دوها شروطی را ارائه کرده که با پیشنهاد قبلی در تزاد است. حماس بر لزوم آتش بس پایدار، خروج نظامیان اسرائیلی از نوار غزه و بازگشت فلسطینیان به خانه هایشان تاکید دارد. در حالی که تل آویو خواستار باقی ماندن ارتش اسرائیل در منطقه سلاه الدین و بازرسی آوارگان فلسطینی هنگام برگشت به شمال غزه است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که با فیلیپین در مورد اقامت موقت پناهجویان افغانستانی که منتظر ویزای آمریکا هستند و توافق رسیده است. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، طبق این توافق، فیلیپین به تعداد محدودی از شهروندان افغانستان اجازه ترانزیت می دهد تا روند ویزاهای ویژه مهاجرت SIV و اسکان مجدد خود در ایالات متحده را تکمیل کنند. وزارت خارجه آمریکا گفته است که این کشور برای آن عده شهروندان افغانستان که به طور موقت در فیلیپین هستند خدمات لازم از جمله غذا مسکن امنیت صحت و حمل و نقل را فراهم می کنند وزارت خارجه ایالات متحده ای آمریکا گفته است که از دولت فیلیپین برای حمایت از متحدان افغان آمریکا از اینکه تا پایان این سرویس خبری ما را همراهی کردید سپاس گذاریم. تا برنامه بعد وقتتان خوش خدا نگهدار